سلام و تبریک رمضان به کوه مردان و شیر زنان شرف و پایداری، به آنان که بر سوگندهایشان ایستادند، آنان که طوفانهای بزرگ زمانه را در هم شکستند، آنان که گرد پریشانی و پشیمانی بر پیشانیشان ننشست، آنان که تومه ذلت و مغلوب اپورتونیسم و خیانت نشدند، به شاخصهای راه نما و راه گشای بشریت معاصر. اکنون در شرایطی هستیم که بسیاری از دستندرکاران در گوشه و کنار جهان به حقانیت خیلی از حرفها و مواضع سیاسی و استراتژیکی مجاهدین و مقاومت ایران پی می‌برند. از اینکه افعی کبوتر نمی‌زاید تا اینکه استبداد وحشی مذهبی تنها با سرکوب در داخل و صدور ارتجاع و تروریسم و جنگ افروزی در خارج مرزهایش بر سر پاست و هیچ گونه میان روی و اصلاحات نمی‌پذیرد. از اینکه رژیم ولایت فقیه بر سر پایه‌های وجودیش نمی‌تواند عقب نشینی کند و الا دچار انحلال می‌شود، تا اینکه مذاکره با این رژیم شن و ماسه پختن و آب در هاون کوبیدن است. از نقش تعیین کننده‌ای که سپاه پاسداران جور و جنایت در سر پا نگه داشتن رژیم ایفا می‌کند، تا اینکه خط رژیم در عراق عیناً مانند زمان خمینی که به عراق آمدیم اشغال و بلعیدن این کشور است. خب حالا اینها را همه به چشم می‌بینند. در صحنه سیاسی و بین المللی یک چیز دیگر هم هست که روزی همگان به چشم خواهند دید و به گوش خواهند شنید. معذرت خواهی از خلق قهرمان، از مقاومت آزادی ستان و از مجاهدین خلق ایران به خاطر برچسب ارتجاعی و استعماری، برچسبی که به جرم ایستادگی در برابر فاشیسم دینی و مقاومت در مقابل آیت و شیطانهای هسته‌ای نثارمان کردند. راستی که در 26 سال گذشته چه بهای سنگین و خونینی دادیم. اما اکنون وقتی که جدی‌ترین بحث‌های سیاسی و پرپیچ و تاب ترین بحث های استراتژیکی در کوره آزمایش امتحان پس داده است، حرف من با شما در آستانه رمضان یک یادآوری ایدئولوژیکی درباره خودتان است، درباره زندگی و حیات و ممات هر مجاهد خلق بدون استثناء. دلم می‌خواست سوالاتم را با تک تک شما در میان می‌گذاشتم تا خاطرم جمع شود که مثل مجاهدان استوار و رزماوران قدیمی همگی شیر زنان و کوه مردان رشیدی شده اید. معنی کلمات، معنی عهد و پیمان و معنی سوگندهایتان را با پوست و گوشت و استخوان فهم کرده اید و حاضر به پرداخت بهای آن هستید. همان مسیری که طی کردیم در بحرانها و طوفانها، در زندانها و شکنجگاهها، در بیدادگاهها، در برابر جوخهای اعدام شیخ و شاه، در نبردهای دیرین سیاسی و نظامی و به خصوص در پهنه‌ها و قله‌های ایدئولوژیک.
برایتان از فراز و نشیب های 40 سال گذشته و از دره ها و دشت ها و قله هایش می گفتم. از روزگاری می گفتم که در میدان مبارزه نشانی از آخوندها و مدعیان کنونی نبود، تا زمانی که ارتجا در کسوت انقلاب بر اریکه قدرت نشست، به لاف و گزاف و به هلاک هر سو نسل پرداخت، با دجالیت و شقاوتی ما فوق تصور که هنوز هم ادامه دارد. همچنین برایتان می گفتم که وقتی دیو تنوره می کشد و چاه باطل بسیار عمیق است، چگونه می توان با بالا بردن قله حق و بالاتر بردن ستیغ صدق و فدا دجالیت و ارتجا را پس زد و در تمامیت آن در هم شکست، به شرط اینکه حاضر باشیم قیمت و بهای آن را بپردازیم. پس اصل موضوع در قیمتی است که یک خلق با فرزندان پیشتازش می‌دهد و در بهایی که پیشتاز با صدق و فدایش در کشاکش‌ها و انواع و اقسام آزمایش‌ها می‌پردازد. اینجاست که رگبار سوالات من از تک تک شما آغاز می‌شود، نه در کنار گود و در ساحل رودخانه، بلکه در میان طوفان و امواج خروشان خون شهیدان. آیا بر روی مرزبندی های آرمانی و سیاسی خود استوارید و مرز سرخ دارید؟ اگر مجاهد خلق هستید، آمده اید چیزی بدهید یا چیزی بگیرید؟ و یا آمده اید که بده و بستان مرزی و طرفین انجام بدهید؟ اگر مجاهد و شیفته آزادی مردمتان هستید، راست بگویید، آیا بها، تمامی بها را می پردازید یا می خواهید چند سباهی خوشنشین میدان مبارزه و مجاهدت باشید و برای خودتان هم اسمی و رسمی و سابقه‌ای دست و پا کنید و از مزایای آن استفاده کنید؟ دعوی عشق کردم، سوگندها بخوردم، از عشق یاوه کردم من ملکت و شهامت. راستی در سختی ها غر میزنید و بهانه میگیرید، وا میدهید و پشت میکنید، یا به قول قرآن از آن هجرت کردگان و یاران مهاجرین و انصار هستید که در ساعت اسرت پیروی و همراهی می کنند. لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعت الاسره، سوره توبه آیه 117. گفتا که چند رانی؟ گفتم که تا بخوانی. گفتا که چند جوشی؟ گفتم که تا قیامت. گفتا که خواندت اینجا؟ گفتم که بوی جام اومد. گفتا چه عزم داری؟ گفتم وفا و یاری. گفتا کجاست ایمن؟ گفتم که زهد و تقوا. گفتا که زهد چه بود؟ گفتم ره سلامت. گفتا کجاست آفت؟
گفتم به کوی عشقت، گفتا که چونی آنجا، گفتم در استقامت. صبر کنید، سوالات من از شما مثل همه نشست های درونی در سه دهه گذشته ادامه دارد. اگر مجاهدید، روزانه 10 بار در نمازها در سوره حمد از خدا می خواهیم که ما را به راه راست هدایت کند و با انبیا و اولیا، با صدیقین، با شهیدان و با بندگان صالح خود همراه نماید، راه کسانی که به آنها نعمت داده است، صراط الذین انعمت علیهم. سپس هر 10 بار بلا فاصله به مرزبندی با مغضوب علیهم و ضالین میپردازیم و اینکه در شمار آنها قرار نگیریم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آنهایی که مثل شجره خبیثه خمینی به خاطر حق کشی هایشان مورد خشم خدا هستند و آنها که از راه حق، از صراط مستقیم منحرف و گمراه شده و مورد نفرت خدا هستند، افراد و گروه ها و جریان هایی که به عذر و بهانه های مختلف به همین غضب شدگان رضا داده یا به آنها امداد می رسانند. حالا به من بگویید که آیا شما سوره حمد را با خلوص و با فهم معنای آن می خوانید؟ آیا در هر کجا که باشید در روز عاشورا آماده جنگ و به میدان رفتن در خاک پای امام حسین هستید یا نیستید؟ هوای توست در جانم که می دارد مرا زنده، ندارم در همه عالم هوایی جز هوای تو. دلم خلوت سرای توست، خوش بنشین به جای خود، که غیر تو نمی زیبد، که غیر تو نمی زیبد کسی دیگر به جای تو. دعای دولتت گفتیم و رفتیم از سر کویت، به هر جایی به صدق دل به جان گوییم دعای تو. راستی یادتان هست یک بار در یکی از نشست‌ها پرسیدم آیا به نسبت‌های موروثی و خانوادگی خودتان و اینکه پدر و مادرتان این و آن است، چه بهترین فرد روزگار باشد چه بدترین آن متکی هستید، یا به آنجا رسیده اید که از این قبیل ارث و میراث‌ها بالکل قیچی کنید؟ پدر و مادر یا خیشاوندانتان را هر که هستند مبادا وارد دستگاه محاسبه مجاهد خلق کنید. در همان نشست گفتم که حساب باز کردن برای این نسبت‌ها را چه مثبت و چه منفی قیچی کنید و دور بریزید. چه برجسته‌ترین شهدا و مجاهدین باشند و چه جنایتکارانی از قبیل محمدی گیلانی، حاکم شرع خمینی، پدر 3 مجاهد شهید که خودش اعدام پسر را دستور داد، یا همین آخوند جنتی گرداننده شورای نگهبان، پدر مجاهد شهید حسین جنتی.
یک سری سوالات دیگر هم دارم. از اشرافتان به قوتها و ضعفهایتان و راه استفاده از قوتها و راه تغییر و تصحیح ضعفها، از رابطه‌تان با تن واحد همرزم را میگویم و از رابطه‌تان با مسئول و مخصوصاً از پیوندتان با مریم و انقلابش. در برابر ضربات نظامی و سیاسی و تشکیلاتی چه میکنید؟ وقتی لغزشی میکنید یا زمین میخورید یا وقتی لپر میخورید چه میکنید؟ آیا درازکش و تسلیم میشوید یا بلند میشوید و خود را میتکانید و پیشتاز میشوید؟ لابد میگویید که مگر تو ما را نیازمودی و مگر خودت همه ما را نشاندار اشرف و اشرف نشان نکردی؟ بله کردم، خوب کردم، باز هم خواهم کرد، بیشتر و بیشتر. اما دقیقاً به مصداق قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری، میخواهم که حواستان به خودتان و عقیده و آرمان و ایدئولوژیتان باشد. میخواهم که از گنجینه شرف و عزت ملت ایران خوب نگهداری کنید. میخواهم که در برابر مردم و تاریخ ایران سرفراز و روسفید بمانیم. به همین خاطر خوب گوش کنید. یک، وقتی که نعمتی که خدا به آدمی ارزانی داشته خیلی بزرگ است، اسمش منت است. بالاترین منت زمانه ما بر من و شما و همه ما، منت مجاهد بودن و مجاهد ماندن است. می دانید که بعد از نعمت وجود در برابر لا وجود، بالاترین نعمت، نعمت هدایت و راه یافتگی است، همان نعمت صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس منت مجاهد بودن و مجاهد ماندن در برابر ذلت و خیانت را قدر باید شناخت. شکر خدا که با این همه ضربات و طوفان‌ها و کشاکش‌ها و لپرها و بالا و پایینی‌ها، مجاهد و بر سوگند جلاله مجاهدی استوار ماندیم و خوک و خنزیر و کثافت خار آخوندها نشدیم. سوره مائده و آزمایش پیروان مسیح که یادتان هست. دو، دیدید که با چنگ زدن به ریسمان خدا و خلق و انقلابی که مریم عرضه کرد، آن همه طوفان و بحران و ضربه و توطئه، طرح و نقشه و فشار برای از میان برداشتن و متلاشی کردن مجاهدین با بکار گرفتن امکانات 10 دولت نه فقط به جایی نرسید، بلکه حتی نتایج معکوس داد و مجاهدین بی سلاح بدون مبالغه در عرصه سیاسی و اجتماعی و تاریخی بالاتر هم رفتند، بالقوه قوی تر هم شدند، سرفراز، روسفید و گردن فراز. سه، باور کنید که اگر این فشارها و این بلاها که به سر مجاهدین آمد فقط 1% بر سر طرف مقابلمان یعنی رژیم می آمد، آن را پودر و دود می کرد. 10% هم کافی بود که حتی یک ساختار مستحکم انقلابی را بدون انقلاب و ایدئولوژی و آرمان مجاهدین متلاشی کند. تجربه اپورتونیست های چپنما
در دهه 50 خیلی گویاست. ضربه ساواک در شهریور سال 1350 زمینه را برای رشد اپورتونیسم در صفوف خودمان فراهم کرد و سازمان مجاهدین خلق ایران در یک مقطع به دست اپورتونیست های چپنما متلاشی شد. سودش را هم شاه و شیخ و به خصوص شخص خمینی در سرقت رهبری انقلاب ضد سلطنتی برد. شما 30 سال بعد برای نخستین بار در عمر مبارزاتیتان ضربه و سونامی را تجربه کردید، اما به کار گرفتن امکانات 10 دولت هم برای انهدام مجاهدین اثر نکرد. خوشا انقلاب مریم، ماشاءالله، لا حول ولا قوة الا بالله. یک سینه سخن دارم، گو شرح دهم یا نه. 20-30 سال بعد خودتان برای نسل بعدی روایت ها خواهید کرد. چهار، در تبیین یک تاپرستانه و مونیستی وجود، دنیا مزرعه آخرت است. یعنی که عمر و زندگی ما به همین جا تمام نمی شود. در یک کلام، هر یک از ما و زندگیش و عملش یک آزمایش است. قرآن جا به جا تأکید می کند که زندگی ما یک آزمایش است. اصلاً برای آزمایش برنامه ریزی شده. خوشا به حال آنها که در این آزمایش رستگار می شوند. اگر زندگی را آزمایش نبینیم، همه چیز و همه لحظات به سرعت در اثر مرور زمان یا در بالا و پایینی های آن به افسوس، به حیف، به حسرت، به ندامت و پشیمانی و پریشانی و پوچی و نابودی تبدیل می شود. لحظات و امکانات و دارائی ها و توانمندی های گذشته سراپا حیف است و حسرت و افسوس و شکست و واخوردگی و وادادگی. وجود اینچنین در فرسایشی مستمر به لا وجود تبدیل می شود. این از سختی ها. اما وای به وقتی که چنین آدمی و یا چنین جماعتی پیروز شود و موفقیتی به دست بیاورد. در این صورت دیگر هیچ خدایی را بنده نخواهد بود و هیچ حد و مرزی نمی شناسد. لعنت بر شجره خبیثه خمینی که در برابر شاه وارفته و لرزان و دست بسته و سپاسگو بودند، اما همین که به قدرت رسیدند هیچ حریم و حرمتی را نگه نداشتند. قهر با شاه را نمی پذیرفت، اما به مجاهدین که رسید به قتل عام دست زد. حالا هم اعدام‌های روزمره در خیابان‌ها را می‌بینید. فکرش را بکنید که بچه‌های ایران از جر اسقال چه خاطره و چه کابوسی تا سال‌های سال خواهند داشت. پنج، قرآن در سوره فجر همه این حرف ها را در چند آیه به سادگی توضیح داده است و می گوید فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن. وقتی که انسان را پروردگارش به آزمایش می کشد و بالایش می برد و نعمت می دهد، انسان خود به خودی و سر خودی که از فلسفه این آزمایش غافل است، همه این چیزها را به حساب خودش می گذارد.
باد در قبقب می اندازد، خودش را ویژه می کند و می گوید که خدا مرا گرامی داشته. چنین می پندارد که خدا او را به دلایل نامعلوم مفت و مجانی، عزیز دردانه و نورچشمی قرار داده است. اما وای به وقتی که آن روی سکه آزمایش فرا می رسد. وقتی اوضاع بر او سخت می شود و کسب و کار و رزق و روزیش تنگ می شود، دو دستی توی سر خودش می کوبد، خودش را لجنمال می کند و می گوید خدا مرا خار و زار کرد و دیگر توجهی به من ندارد، اصلاً مرا دوست ندارد و مرا از یاد برده است. در حالی که اگر آدمی فلسفه وجود و آزمایش خیشتن را از یاد نمی برد، به سادگی همچنان که در ادامه این آیات آمده به این نتیجه می رسید که محور و جوهر و بحث اصلی در همه این آزمایشات مبارزه علیه فقر و مسکنت و یتیمی و مالندوزی و بیدادگری است، مبارزه علیه همه چیزهایی است که امروز به دست رژیم آخوندی در میهن اسیرمان بیداد می کند. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. شش، آخر به طور خود به خودی آدمی خیلی مفتخور و یک جانب گراست، می خواهد قیمت ندهد. اگر پیروزی سهل و آسان به دست بیاورد پایش سفت می شود. اما وای به وقتی که آن روی دیگر سکه آزمایش فرا برسد. به قول قرآن خدا را بر یک جانب می پرستد. اگر برایش خیر و مثبت و منفعت داشته باشد اطمینان و اعتمادش به خدا زیاد می شود. سازمان و مقاومت که جای خود دارد. اما اگر با ضربه یا فتنه و مسئله و مشکلی مواجه شود، به جای اینکه بلند شود و خود را بتکاند، به جای اینکه خود را به جلو پرتاب کند و در دریای مشکلات شیرجه بزند، پشت می کند و خسرت دنیا و الاخره می شود. این است آن زیانکاری بزرگ. و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن بهی و ان اصابته فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین. سوره حج آیه 11. هفت، آیات آخرین همان سوره فجر را هم ببینید. قرآن امتحانهای بنی بشر را به روشنی جمع می زند. در روزی که عمر این دنیای ما به سر می آید، در روز بازپسین و روز حساب، یکی رهسپار جهنم می شود و دیگری به بهشت پر می گشاید و جاودانه می شود. یکی حسرت زده و زیانکار آرزو می کند که کاش در زندگی خود دست مایه و سرمایه از صدق و فدا برای امروز فرستاده بود. دیگری در صف انسانهای یگانه شده و عاری از تناقض که در آزمایش زندگی رستگار شده اند این پیام را دریافت می کند: یا ایتها النفس المطمئنه
ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. هشت. در سال 60 نمیدانم که هر یک از شما چند سال داشتید، اما برای اطلاعتان خیلی لازم میبینم که بدانید خمینی در اردیبهشت سال 60، 40 روز قبل از 30 خرداد، خطاب به مجاهدین گفت: من اگر در 1000 احتمال 1 احتمال میدادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که میخواهید انجام بدهید، حاضر بودم با شما تفاهم کنم. من اگر در 1000 احتمال 1 احتمال میدادم که شما دست بردارید از اون کارهایی که میخواید انجام بدید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیام. لازمم نبود شما پیش من بیایید. داستان این بود که پس از تظاهرات بزرگ مادران در تهران برای اعتراض به سرکوب و کشتار فرزندانشان که رژیم را لرزاند، خمینی که خودش را برای یک پای کردن رژیمش آماده می کرد تا خفقان و سرکوب بدون شکاف را حاکم کند، ادعا می کرد که اینها یعنی مجاهدین توطئه می کنند و سلاح دارند و چها و چها و کذا و کذا. متقابلاً ما در نشریه مجاهد که آن زمان بیش از 600 هزار تیراژ داشت، در یک موضع‌گیری مشروع به طور رسمی و محترمانه حرفهای او را که عیناً مشابه همین یاوه‌ها و دروغ‌های کنونی رژیم بود با توضیحات کافی رد کردیم و نوشتیم که خواهان خشونت و خونریزی نبوده و نیستیم و در عین اینکه به قانون اساسی تو رأی نداده ایم و با آن مخالفیم، اما سلاح نمی کشیم و به همین قانون التزام داریم. لکن از حقوق و آزادی های دموکراتیک مردممان که محصول انقلاب ضد سلطنتی است نمی توانیم صرف نظر کنیم و به نوع جدیدی از استبداد و انحصار طلبی تن بدهیم. اگر هم مشکل تو سلاح‌های ماست که از زمان شاه و از زمان سقوط او به جا مانده، اعلام کردیم که دفاتر من غیر مسلح است. وانگهی علی رغم این همه کشته و شکنجه شده، حتی یک گلوله هم شلیک نکردیم. با این همه بگذار همراه با هوادارانمان نزد شخص خودت بیاییم و حرف‌های من را بزنیم، خواسته های خلق من را بگوییم و تمامی سلاح های من را هم به تو می دهیم. آنچنان که مردم ایران در همان زمان دیدند و شنیدند، یکی 2 روز بعد خمینی که تصمیمش را برای یک پای کردن رژیم و سرکوب همه نیروهای مخالف گرفته بود، در رادیو و تلویزیون رژیم همین جواب را که یادآوری کردم به ما داد و اضافه کرد که لازم نیست شما این طوری که میگویید پیش من بیایید، من میآیم خدمتتان. شیطان پلید و مجسم که دستور قتل عام مجاهدین را داد، چه خوب مجاهدین را شناخته بود که در 1000 احتمال 1 احتمال هم برای تفاهم با خواسته های شیطانی او ندارند. پس این که خمینی گفت در 1000 احتمال 1 احتمال هم برای کوتاه آمدن مجاهدین از آزادی و اصول آرمانیشان نمی بیند، همان برگ سرفرازی و سرمایه تاریخی و اخروی مجاهدین است، به شرط اینکه بتوانیم قیمت حفظ و نگهداری چنین سرمایه‌ای را بدهیم. 9. حالا میخواهم کلید و رمز و راز مقابله با شیطان را با شما در میان بگذارم. گوش کنید، این سلاحی است
که در جهان سلاحی بالاتر از آن نیست. هیچ وقت هم هیچ کس نمیتواند آن را از یک مجاهد خلق بگیرد. از سوره الاسراء میخوانم. مکالمه خدا با شیطان سرکش است. فقط یادتان باشد که انسان و شیطان ضد همدیگرند. ضد انسان و ضد بشر ترجمه تحت لفظی کلمه شیطان است. واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا. خدا به اخراج شیطان که به هژمونی انسان تن نمی داد حکم کرد. شیطان به خط و نشان کشیدن برای انهدام نسل انسان پرداخت و به خدا گفت اینقدر به این انسانی که ساخته ای نناز، اگر تا روز قیامت به من مهلت بدهی جز تعداد اندکی کنترل همه آنها را به دست می گیرم. خدا که می دانست چه گوهری در وجود انسان به ودیعه گذاشته گفت گم شو و ما را اینقدر از ضعف‌های انسان نترسان، جزای تو و پیروانت به تمام و کمال در جهنم داده خواهد شد. وانگهی مهلت تو تا روز قیامت نیست، بلکه تا وقتی است معلوم و معین. لابد تا وقتی که جامعه یگانه و عاری از ستم و زنجیر و بهره کشی تأسیس شود و هیچ زمینه و مبنای مادی برای عملکردهای ضد انسانی و هیچ شکافی برای انگیزش های شیطانی وجود نداشته باشد. مهمتر این که هر که را می توانی بلغزان و منحرف کن با صدایت و حرف هایت و سایت هایت و رادیو تلویزیون هایت و رسانه هایت و برچسب ها و یاوه ها و اکاذیب و مجعولاتت. تهاجم کن، بتاز بر آنها با سوار نظام و با پیاده نظامت و مشارکت کن با آنها در اموال و اولاد و هر چه می‌خواهی فریب و وعده بده، هرچند که همه وعده هایت سراب و پوشالی است. اما بدان که قانون آفرینش و آنچه من مقرر کرده ام این است که در مورد آن کس که بنده من است، عبادی یعنی بندگان مختص من، هیچ غلطی نمی توانی بکنی، هیچ تسلط و سلطه‌ای بر آنها نخواهی یافت، چون خدا پشت و پناه آنها و برای آنها کفایت است. بله، شیطان در کارکردهای اخص انسانی در نقطه صدق و فدا ورود ممنوع است. این مرز سرخ ورود شیطان و همه نیروهای اهریمنی را خود خدا گذاشته و در آن هیچ خدشه و شکافی نیست. اینجا که همان جوهره انسانی است نمیتواند وارد شود. اینجا خدا ایستاده است و به بنده اش میگوید نترس، دستت را به من بده و به من تکیه کن. الله الله. شبی در آستانی جنگ و بمباران به صحرای اشرف بیرون شده بر آسمان پرستارش خیره ماندم. همه جایش نوشته بود الله الله. عیز دردت خستگان را بوی درمان آمده، یاد تو مر عاشقان را راحت جان آمده.
صد هزاران عاشق سرگشت بینم پر امید، در بیابان غمت الله گویان آمده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بال شوق ذره به خورشید میرسه، پرواز دل به سوی خدا میبرد مرا. با بال شوق ذره به خورشید میرسه، پرواز دل به سوی خدا میبرد مرا. گفتم که بوی چرا میبرد به دل، گفتم که بوی چرا میبرد به دل، مستانه گفت دل
که مرا میبرد مرا. برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی، برگ خزان رسیده بی طاقتم رهی، یک بوسه نسیم ز جا میبرد مرا. ده. اکنون بگویید چه کسی جز گمراهان و گمگشتگان از رحمت پروردگارش نومید میشود؟ و من یقنط من رحمت ربه الا الظالون. و چه کسی جز آخوندهای شیطان صفت و ضد بشر این چنین مردمان را معذب و غمبار و نومید می‌خواهد؟ پس بگو به بندگانم که بر نفس خیش اسراف ورزیدند که از رحمت خدا نومید نشوند، همانا که خدا تمامی گناهان را می بخشاید، او بخشاینده و مهربان است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بنده گناهکار پریشان روزگار دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد، ایزد تعالی در او نظر نکند، بازش بخواند باز اعراض کند، سیوم بارش به تضرع و زاری بخواند. حق سبحانه و تعالی فرماید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له. دعوتش را اجابت کردم که از بسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. کرم بین و لطف خداوندگار، گنه بنده کردست او شرم سار. عاکفان کعبه جلالش به تقصیر عبادت معترف که ما عبدناک حق عبادتک، واصفان حلیه جمالش به تحیر منصوب که ما عرفناک حق معرفتک. گر کسی وصف اوز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. قربانتان برادرتان مسعود. اللهم کل ولی یکر خود جت ابن الحسن صلواتو کن وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة
وفي كل صورة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تذكره أرضك قبرا وتمتعه فيها طويلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يوما تحل به عقد المكاره ويوما يفتح به حد الشدائد ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرد. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجروا بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. اللهم فصل على محمد وآله وعجل فرجهم وفرج نوبه.